از دانشگاه مجازی ویند یا ویند ویرچوال یونیورسیتی وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ویند. امیدوارم که زمان این رو داشته باشید تا در 17 قسمت از برنامه تاریخ تمدن من و گروه همکارانم رو تا انتها همراهی بکنید. در این برنامه به ادامه بررسی و شکلگیری تمدن هند خواهیم پرداخت که امیدوارم مد نظر شما قرار بگیرد. آی دورانت در کتاب تاریخ تمدن در جلد اول در مورد تمدن هند این چنین نوشته که خاک هند چندان با تمدن سازگار نیست. بخش عظیمی از شبه قاره هند رو جنگل هایی فرا گرفتن که زیستگاه جانوران بسیار خطرناکی از جمله شیر، ببر و یا انواع فیل ها و مارهای سمی است. در عصر ودایی در شمال باختری و یا مرکز هند تقریبا همه جا به وفور حیوان شیر پیدا می شده که البته امروزه این رو باید بگیم که در سراسر این شبه جزیره تقریبا نسل این حیوان از بین رفته. هندوها گویا نخستین قومی بودند که طلا رو تونستن از معادن استخراج بکنن. آی دورانت این گونه نقل کرده که بخش عظیم طلاهایی که در قرن 5 قبل از میلاد در امپراتوری هخامنشی در ایران یافت می شده از معادن هند استخراج شده بوده. سایر معادن هند به غیر از طلا عبارت بودند از نقره، مس، سرب، قل، روی و آهن که از این معادن هم به تناوب مردم هند استفاده می‌کرد. چندین قرن طول کشیده تا برای تسهیل امر بازرگانی ملت هند موفق به ضرب سکه شدند. مراجع اقتصادی و سیاسی گوناگون در اون زمان عهده‌دار در واقع ضرب سکه بودن و سکه هایی که در زمان بودا ضرب می شده سکه های مستطیل شکل و ناصافی بوده که به مرور زمان و در قرن 4 قبل از میلاد بوده که در هند با توجه به در واقع تأثیر پذیرفتن از تمدن ایران و یونان اونها تونستن که سکه رو ضرب کنن که تضمین شده دولت باشه. شیرشاه مسکوکات مسین، سیمین و زرین خوشنقش رو تونست ضرب کنه و در واقع واحد پول هند رو تونست که روپیه قرار بده. چون راه ها در اون زمان در هند بسیار خراب بوده و تعداد اونها هم بسیار محدود، آی دورانت عقیده داره که در اون زمان در واقع تصرف و هجوم به هند خیلی راحت تر از اداره کردن این مملکت بوده. در هند قانون نامه اخلاقی تقریبا از نظام طبقاتی جدای ناپذیر بوده. در عهد سلسله‌های مسلمان قانون فقط اراده امپراتور یا سلطان بوده، ولی در زمان شاه‌های هندو آی دورانت اشاره کرده که به غیر از اراده و فرمان شاه در واقع سنن روستایی و مقررات طبقاتی هم در این قوانین نقش رو داشته. در هند در واقع نظام طبقاتی کاملا تاثیرگذار بر قانون بوده و این اسلوب اخلاقی همان درامی بوده که قانون زندگی و نظام طبقاتی مردم هند رو در واقع رقم میزد. هندو بودن الزاما به معنای پذیرفتن این عقیده نیست که فقط به زبان قبول کنه که هندو هست، بلکه بیشتر به این معنا هست که جا و مقامی رو در نظام طبقات اجتماعی هند داشته باشه و درمه یا وظایفی رو که بنا به سنت و ضوابط باستانی به اون مقام بستگی داره کاملا شخص بپذیره. آی دورانت در کتاب تاریخ تمدن جلد اول این گونه اشاره کرده که درمه برای فرد همچون نمو طبیعی بوده که برای یک دانه ما متصور میشه، یعنی تکامل در واقع نزد شرط ذاتی و شرط سرنوشت ساز یک شخص به حساب میرفت. برای کسانی که با اصل و اساس فرهنگ هند بیگانه باشند این نکته کاملا مبهم به نظر میرسه که مردمی که نهادهای چون ازدواج در خردسالی، روسپیکری معابد
و ساتی رو تحمل و اجرا می‌کردن، در واقع در نرم خویی و رفتار شایسته و در رعایت ادب بالاتر و والاتر از بسیاری از تمدن‌ها بوده باشه. در هند پاکیزگی دقیقاً به معنای دینداری هست و لغت‌هایی که برای این دو استفاده میشه هر دو از یک ریشه هستن. جنایت و خشونت در هند به طور نسبی میتونیم بگیم نسبت به سایر اقوام خیلی کمتر بوده و هندیان جنگجویان خوبی هم نبودند در طول تاریخ، کما اینکه سالها تحت نفوذ دولت‌های مختلف و در واقع استبدادهای بیگانه به زعم آقای دورانت بودند. و خب در هند در آخر مسیر زندگی مراسم فرجام کار یا سوزاندن جسد هست که کاملا یک رسم مرسومی هست. در زمان یوان چوانگ که از چین برای در واقع بازدید از هند رفته بوده، عجیب نبوده که پیران کاملا آزادانه و از صمیم قلب به در واقع پیشواز مرگ می‌رفت. فرزندان آنان در واقع به میان گنگ می‌رفتند و خود را با آب نجات بخش گنگ می‌سپردند که در نظر هندوها این آب این رودخانه بسیار در واقع نجات بخش و بسیار آب متبرکی هست، که کما اینکه ما میدونیم که یکی از آلوده ترین رودخانه های دنیا همین رودخانه گنگ است. از نظر هندی ها زندگی یک صحنه نمایشی است که یک درب ورودی داره و یک درب خروجی، و در واقع با جدی نگرفتن زندگی به صورت سخت اونها تونستن که بر مسائل دشوار بسیاری فائق بیان. همچنین آقای دورانت به این نکته اشاره کرده که هندوها هر چه که بودند و در واقع با هر روشی که زندگی می‌کردند تونسته بودند یکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین تمدن‌های طول تاریخ رو برای خودشون رقم بزنند. از اینکه تا انتهای این برنامه بنده و گروه همکارانم رو همراهی کردید از شما سپاسگزار هستم و به شما وقت بخیر و خدا نگهدار.